حدس و گمان بر این بود که با گرم شدن هوا کمتر می شود. کرونا را می گویم. ویروسی که کم نشد هیچ، حالا بیش از یک سال است تمام دنیا را درگیر خود کرده. امروز 19 اسفند تاریخ ثبت اولین فوت ناشی از کرونا در کرمان است. آماری که حالا به بیش از 2500 نفر رسیده. اما کمی به عقبتر برگردیم، به روزهای نخست شیوع کرونا در کرمان. بعد از 30 بهمن ماه که وزارت بهداشت به طور رسمی فوت 2 بیمار سالمند به علت کرونا در قم را اعلام کرد، در کرمان 1 اسفند دکتر طباطبایی معاون بهداشتی وقت دانشگاه علوم پزشکی گفت که هیچ مورد مشکوکی از ابتلا به ویروس کرونا در کرمان نداریم. از همین زمان زمزمه های ورود ویروس به کرمان شنیده می شد تا 3 روز بعد، یعنی 4 اسفند، که رئیس دانشگاه علوم پزشکی از شناسایی و بستری 4 بیمار مشکوک در کرمان خبر داد. این خبر کافی بود تا موج تعطیلی ها رسما آغاز شود. مدارس تعطیل شدند و خبر تعطیلی دانشگاه ها یکی پس از دیگری اعلام شد. این تمام کار نبود و اصناف، جلسات، مجالس عروسی، همایش ها و هر گونه تجمع تعطیل و کنترل ورودی ها آغاز شد. نبود کیت تشخیص و فرستادن نمونه ها به تهران یکی از مهمترین مشکلات روزهای نخست شیوع کرونا بود و زیاد شدن ترافیک نمونه ها در تهران تأخیر جواب ها را به دنبال داشت، تا جایی که شنیده می شد حتی جواب برخی آزمایش ها داده نمی شود. ابهامات درباره شکل‌گیری و گسترش ویروس در جهان نیز هر روز زیادتر می شد. جهان دیگر نمی توانست به پاسخ های ساده ای چون سوپ خفاش بسنده کند. تأثیر زیاد ویروس روی سالمندان نیز موجی از استرس را در آنها ایجاد کرد. بیم و امید کرونا در کرمان ادامه داشت. تا 10 اسفند ماه کرمان جزو معدود استانهای سفید بود، تا اینکه 11 اسفند اولین موارد مثبت قطعی توسط علوم پزشکی اعلام شد. 1 مرد و 1 زن که پیگیری ها نشان می داد منشأ ویروس هر دو قم بوده است. 8 روز بعد از پیوستن کرمان به جمع استانهای کرونایی کشور، یعنی 19 اسفند، نیز اولین فوتی اعلام شد. یکی از مهمترین چالش‌های روزهای نخست کرونا کمبود و گرانی ماسک بود. این مشکل تا جایی ادامه پیدا کرد که حتی در مقطعی اعلام شد استفاده از ماسک برای تمامی مردم ضروری نیست و این شد تیتر 1 روزنامه‌ها. در همین روزها بود که ضد عفونی سطوح به شدت توصیه می شد و شاهد ضد عفونی گسترده سطح شهرها بودیم. این موضوع نیز گرانی و کمبود مواد ضد عفونی را به دنبال داشت که اخیراً توسط سازمان جهانی بهداشت رد شد. حالا در واپسین روزهای سال 99، در حالی که 1 سال از سالگرد اولین فوتی کرونا در کرمان می گذرد، رسیدن واکسن نوید روزهای خوب را می دهد و امیدواریم با سرعت روند واکسیناسیون رفته رفته از شر این ویروس خلاص شویم. حمزه سلمانی، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.